نام برنامه آوای ایران زمین برای ارتقاء حس همبستگی بین گروه‌های قومی ایران و نمایاندن ارزش‌های هنری موسیقی سرزمین مادریمان ایران انتخاب شده. هنرمند برجسته کشورمون استاد مجید درخشانی گروه اندلیب به سرپرستی شاهو اندلیبی رو همراهی می‌کنند. در بخش اول که شامل دو قسمت هست، شنونده بداهه نوازی دلانگیز استاد مجید درخشانی با تار، شاهو اندلیبی با نی و پدرام خاورزمینی با تنبک خواهیم. و در بخش دوم این قسمت، کارهایی از ساخته های استاد مجید درخشانی رو خواهیم شنید. همراه با دستان گرم شما دعوت می کنم از حضور استاد مجید درخشانی شاهو درود دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان و بینندگان و عزیزان. من برای شاید یه اتفاق خیلی عجیب و غریبی نبود. ما سال 2010 بود که فکر کنم به همراه استاد درخشانی و استاد شجریان کنسرت داشتیم در کانادا، در همین تورنتو. بعد با یک دوست عزیزی آشنا شدیم که وکیل مهاجرت بودن، گفتن که دوست دارین که شما مهاجرت بکنین. و گفتیم این حرفا که الکیه، اینا که همه از این حرفا میزنن، میگن ما یه هزینه هم میکنن و بعد هم تموم میشه میرو. ما یه مقداری حقیقتش من خودم شخصا خیلی همیشه ناراحت و آزرده صفای سفارت و ویزاهای مختلف و اینقدر میرفتیم تو صف شب بریم توی نمیدونم صف کجا بریم صف سفارت آلمان رو برای ویزا. کلن همه موزیسیان ها برای سفرهایی که خارج از کشور خیلی گرفتاری و مشقات زیاد دارن. برای همین خب منم واقعا اینقدر در سفرها که اغلب در خدمت آقای درخشانی بودم خیلی همیشه آزرده بودم، یعنی همیشه احساس میکردم که خب پاسپورت یک کشور دیگه ای، حالا جدا از مسائل تبعات دیگهش، ولی برای کنسرت دادن و سفر کردن راحت خیلی راه خوبیه. برای همین دیگه استقبال کردیم، حتی اون زمانم با استاد درخشانی با هم تقاضا دادیم و با خواهر ایشون و در تهران قراری گذاشتیم و کارا رو انجام شدیم و دیگه تموم شد و دیگه خبری نشد از این داستان. تا تقریبا دو سال پیش دیگه یه سری درگیری ها و مسائلی بود به خاطر گروه ماهبانو که در دادگاه بودیم و ممنوع الخروج من بودم و ممنوع الکار در واقع با استاد درخشانی و بچه های گروه. یه مقداری خب کار یه ذره پیچیده شده بود و ما کارمون موسیقی، گفتیم خب یهو چطور فیلمون یاد هندوستان کرد. به اون وکیلمون زنگ زدیم گفتیم آقا این کارهایی که ما میخواستیم انجام بدیم چی شد، ما رو قرار بود ببری کانادا؟ گفت که شما پیگیری نکرد. گفتم والا من اصلا شمارم تو ایمیلم پیدا کردم، اصلا یادم نبود، الانم چون گیر افتادم میخوام ببینم چی شد دیگه. ایشون گفتن که خب من یه پیگیری میکنم. دقیقاً به صورت خیلی عجیبی یه ماه بعدش یک آپدیت مدارک خواستن از ما و بعدم دیگه بدون مصاحبه پذیرفته شدیم. یعنی
یه آزمایش مدیکال و همین چیز عمومی و بدون مصاحبه دیگه به این شکل دیگه نتیجهش این شد که در خدمت شما ایم. خب حقیقتاً اینجا به دلیل اینکه ایرانی ها بیش از حد انتظاری که من داشتم، چون که ما که در کنسرت یکی دو مرتبه‌ای که اومدیم با آقای شجریان اینجا، خب با مردم در سالن کنسرت می‌دیدیم دیگه، بیرون تو خیابون و کوچه و نمی‌دونم مرکز خرید و اینا که برخورد نمی‌کردیم. ولی بعد از دیگه ورودم متوجه شدم حالا دوستان خیلی محبت کردن و اومدن به قول معروف زیر بالپر ما رو گرفتن به قول کردی میگن، و متوجه شدم خب اینجا یک فضای گرمی از بالاخره استقبال هموطنای ایرانی هست و همشهریای خودمون کردها هستن که خیلی محبت کردن و واقعا ما اونجوری باید و شاید طعم غریبی رو نکشیدیم. ولی خب مسائل و مشکلات و چالش‌های خاص خودش و مهاجرت طبیعتاً داره، بخصوص مایی که در ایران یه جا و یه راهی برامون باز هست و امکانی برای فعالیت و کار به دلیل خب سالها که تلاشی که اونجا کردیم مسابقه، حالا با مشکلات خاص خودش اونجا که دیگه بی مشکل که نیست، ولی بر صورت پیشینه آدم ریشش اونجا که هست خیلی راحت تر میتونه زبان انگلیسی مسائل به خصوص خودش. ولی خب اینجا اونجور من حس خیلی غیر از چند مورد که واقعا خیلی میشه گفت ناچیزه و جزئیه، اونطوری احساس چیز نکردم، خیلی احساس بدی در مورد. ولی خب تبعاتش خب خیلی گسترده است، یعنی آدم خیلی چیزها رو از دست میده، خیلی چیزها رو به دست میاره و میشه گفت یک بدبستانه. تا اینکه قدیم گویا با توجه به تعریف بالاخره استادای عزیزانی که رفتن مهاجرت کردن بیشتر بده بوده، بستانی در کار نبوده. اینه که ولی نه، الان خب طبیعتاً با توجه به چیزی که من میبینم نسبت به موفقیت هموطنامون اینجا، مشخصه که شرایط مساعدی در اینجا هموار هست که امکان اینو ایجاد میکنه که جماعت‌های مهاجر هویت خودشون رو حفظ بکنن. نمونه بارزش همین مرکز تیرگان و همین انجمن یا در واقع فعالیت تیرگان هست که در هیچ جای دنیا همچین ارگانایزی نیست، من ندیدم در ایرانش هم نیست که یک مجموعه بیاد اینطوری برای هنر و در راستای موسیقی هدفمند حرکت بکنه و بیاد یک فستیوال به این بزرگی که باعث گرد همایی هم هموطنا بشه، هم احساس غربتشون کمتر میشه، هم یه جورایی به خودشون رو به خودشون برمیگردونن و همین که باعث میشه که چه افرادی که شناخته شده هستن، حالا به عنوان افرادی که بارز هستن، هم جذب بشن، هم افرادی که در کنار اینها میتونن امکان و جا و رای ندارن برای اینکه خودشون رو ارائه بدن و کارشون و هنرشون رو نشون بدن، اینجا در این مجموعه میتونن. این نشونه محیط مناسبیه که اینجا فراهمه. طبیعتاً این کار به این بزرگی هم به واسطه حضور همه ایرانی، خیلی از ایرانی ها که اینجا هستند که به شکل داوطلب و والنتیر هستن، هم شرایط دولتی و حمایت های پشت پرده و تمام این داستان ها نشان از اینه که چرا در جاهای دیگه همچین اتفاقی نمیفته، بنابراین شرایط مساعد است. بنابراین دلیلش این بوده که آموزشگاهی هم که تأسیس کرده در تورنتو فکر کنم یک قدم جدی است برای
که ارتباط بگیرید با مخاطب و ایرانی ها شبیه هم دوستداران موسیقی کردستان و ایران که ارتباط بگیرید با مخاطب هست؟ بله خب طبیعتاً من همیشه خودم روحیاتم اینطوریه کاری که بلدم انجام میدم، خیلی دوست ندارم کاری که ریسک و اصلا نمیشناسم و نمیدونم و بیام یه بیزنسی و یه کاری و چیزای عجیب و غریبی از خودم در بیارم که مثلا چون من سالها در ایران آموزشگاه موسیقی دارم و داشتم تجربه‌ای دارم در این زمینه حدوداً 10 سال، بنابراین احساس کردم یکی از امکانهایی که راه برای ارتباط با هموطنامون هست و همزبونامون هست یک مجموعه به نام یک کانونی هستن، مسئله مادیش در درجه شاید دهم قضیه باشه، اینقدر اهمیتی نداره که مرکز موسیقی به عنوان یک مرکز و یک کانونی باشه که هم نوازنده ها و هنرمنده هایی که با هم حرفمون میاد و میتونیم با هم حرف بزنیم و گپ بزنیم و احساس خوبی داشته باشیم، با هم بشینیم دیداری داشته باشیم، یه جایی یک مرکزیتی داشته باشیم، همین که یک مکانی باشه برای در واقع انتقال تجربیات نوازنده ها و هنرمنده هایی که تو این شهر هستن. خب به دلیل اینکه طبیعتا من تجربیاتی در موسیقی با دوستانی که با هم دیگه همکار هستیم در واقع باعث میشه که یک کادری در واقع جمع بشن که یک کادر شناخته شده برای خود من باشه، یعنی یک کار یک ریسک نیست، این که میدونم تمام دوستانی که قرار هست مدرس باشن همه هنرمنده هستن که با هم دوستیم، بنابراین باعث میشه که این مجموعه یک شرایط ایجاد بکنه که حداقل هم بتونیم کانونی داشته باشیم، دور هم جمع بشیم و چراغی روشن باشه در هر صورت. والا من حقیقتا نه، این مربوط به امسال و یک سال و چند سال قبل نیست، این یک پروژه‌ای که تو ذهن من بود که من یه تجربه سال 2002 در کردستان عراق یک فستیوال بود که با خانواده اندلیبی خودمون فامیل پسرم هم شرکت کردیم که کامکارها بودن و چند تا گروه دیگه. در اون فستیوال من خواننده بودم که یه بخش من میخوندم یه بخش آقای فرج علیپور میخوند و من اونجا خب خیلی موسیقی لوری رو به شکل روی استیج و افتخار بزرگی بود برای من. خب آقای فرج علیپور یکی از بزرگترین خواننده‌های لور هستن که هم در نوازندگی هم در خوانندگی یک مختصات خاص ویژه‌ای دارن که واقعا حق مطلب رو در موسیقی لوری ادا میکنن. برای بنده افتخار بزرگی بود، من سنم هم خیلی کم بود و احساس کردم که این نوع موسیقی چقدر با هم دیگه اشتراک داره و چقدر تأثیر خوبی روی بیننده ها گذاشت، حتی برای کردها هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت.
بعد از سالها تقریبا 5-6 سال پیش با پسر آقای فرج علی پور یک کاری رو تنظیم کردیم، به شکل یک کلیپی اجرا کردیم که اسمش تال هست، کردیلوریه که بنده و آقای فرج علی پور خوندیم. بعدش منجر به چند تا کنسرت شد که در لندن اجرا کردیم، در کادوگان هال لندن، و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. بنابراین احساس کردم موسیقی هایی که در واقع یه موسیقی اقوام به شکل اصلش و آنچه که ریشه در اصالت ها داشته باشه مردم دوست دارن و انگار که به ریشه خودشون بر میگردن، انگار که یه حرفی از درون خودشون بهشون آدم میزن. اینه که من تصمیم گرفتم که تجربیاتی اگر در مورد موسیقی اقوام دیگه دارم، به شکل تجربیات ملموسی که من سال 1364 که در سنندج خونه اجدادی ما متاسفانه تو بمباران از بین رفت و ما به عنوان جنگ زده، چون پدر و مادرم معلم بودن، ما رفتیم در لنگرود زندگی میکردیم. حدوداً یک سال و نیم دو سال در لنگرود من تحصیل کردم و با فرهنگ گیلک ها اونجا آشنا شدم و خیلی علاقمند شدم به نوع موسیقیشون، آداب و رسومشون. خیلی میرفتیم چون خب پدرم خواننده بود و البته دیگه بعد از انقلاب نخونه، ولی خب همون گرایش ها رو داشت، میخوند خودش برای خودش، همیشه همون حالاتش رو داشت. خیلی دوست داشت، میرفتیم هنرمندا رو میدیدیم، نوازنده ها رو تو این کوه ها، تو این شالیزارا، تو این مزرعه های چای اینا میرفتیم. موزیسیان ها میومدن سر میزدن به پدرم، ساز میزدن، ایشون میخوند. من خیلی مورد علاقم بود موسیقی گیلکی. اون بعد آقای مسعودی رو از همون زمان با کار ایشون مثلا گوش میدادم، دوست داشتم. خودم اون موقع دف میزدم، هنوز ساز نی رو شروع نکرده بودم، میخوندم و دف میزدم و واقعا اون موسیقی برام، هم زبونشون رو میفهمیدم، همین که نوع موسیقیشون برام خیلی جذاب بود و یه انگار که یه اشتراکات خاصی، چون للوا یک ساز محلی اونجا بود و تو مناطق مازندران، گیلان، بینشون لله میزدن، خیلی برام خیلی جذاب بود این نوع موسیقی و رقصاشون، آداب و رسومشون، خیلی ارتباطای بین مثلا رقصاشون، همون یه خلوص و صداقتی که دارن، انگار که توی روستاهای کردستان که ما میرفتیم بعضن مثلا بالا یک برای دیدن یا دعوت میکردن میرفتیم، اون خلوص و صداقتی که در روستایی هست، انگار که همه آدمای اون بافت خالصشون توی اون روستا، انگار که همشون زبانشون یکیه، با اینکه اون کردیه، اون گیلکی، اون بلوچه، اون. برام خیلی جذاب بود، برای همین از قبل از این سالها و در واقع به فکر این بودم که اگه بتونم یه کاری محلی دوست داشتم انجام بدم. دوست داشتم در مورد موسیقی آذری هم این کار رو بکنم، اما چون زبان آذری رو متوجه نمیشم، هیچ موقع جرئت نکردم که این کارو بکنم. ولی گیلکی رو تا یه حدودی متوجه میشم و درکش کردم تا یه حدودی. برای همین اقدام کردم زمانی که وارد تورنتو شدم، با یه سرکار خانومی آشنا شدم که در واقع گیلکی میخوندن اما به شیوه دیگه میخوندن، که ترغیب شدم که یه کاری، یه کنسرتی انجام بدم که موسیقی کردی و گیلکی و در واقع موسیقی سنتی و بدایه نوازی باشه، که یک اسمی انتخاب کردم با در واقع مشورت چند تا از دوستان به نام ساوند آف پرژیا که آوای ایران زمین هست. اون اسم رو انتخاب کردم که انگار که یک موسیقی مشترک بین اقوام ایرانی هست، که اسم اون برنامه پارسال که یک تور کنسرت شد، در واقع تورنتو، اتاوا و مونترال برگزار شد، که قرار بود که در خدمت استاد درخشانی باشیم که متاسفانه ویزاشون نرسید به زمانی که اون برنامه ها اجرا شد، که بی بی سی هم در واقع اومدن و فیلم برداری کردن و پخش شد و در یوتیوب هم هست برنامه. و بعدن دوباره از طرف تیرگان تماس گرفتن، گفتن که تقاضا شده که مثلا شما باشیم، استقبال کردیم مثلا. منم خواهش کردم از استاد درخشانی، گفتم اگر امکانش باشه که شما تشریف بیارین، که دیگه ایشون زد کردن و تشریف آوردن. حوصل شوی آلبوم تا قدری انزانیم،
صاد شوای عربوم تا قدری انزانیم کونی کن بیدم دنشرتی شوایم کونی کن بیدم دنشرتی شوایم هاور 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 لگوری گیزالم هاور 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 لگوری گیزالم کونی کمی بردو اخمن چی بم بجن کونی کمی بردو اخمن چی بم بجن آخ شانی 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 رنجر مشتی من دارم قولم دا بتو مشتی من دارم قولم دا بتو دستم پتینم و حرفیام به دل میشینه دستم پتینم و حرفیام به دل میشینه بود اگر وام خونی دلکت ولی شیرینه اگر بوی میمونم سید گل ولی میسونم اگر بوی میمونم سید گل ولی میسونم گل ولی چی بهاره چشم خیلی ناز دارم بهاری که تو داری شیرینی چی آی گلونی چی بهارم چشم خیلی ناز دارم اشتراکات خیلی زیاده یعنی انگار که یکی هستن اینا و خب مختصات خاص خودشون دارن از لحاظ گام ها از لحاظ مقام ها از لحاظ مایه ها مد ها تمام اینها موتیف ها خب خیلی اشتراک خیلی زیاده یعنی انگار که در هم تنیده است خیلی از قالب های ردیف موسیقی رو یعنی ریتم هایی هستش که در کردستان خیلی زیاد استفاده میشه مثلا ریتم هفت ضربی که ریتم اولین ریتم رقص کردی هست یک دو سه یک دو سه چهار یک دو سه یک دو سه چهار این خیلی تو ردیف خیلی زیاده این فرم میشه یا پنج ضربی یا که تو منطقه خراسان خیلی استفاده میشه و یعنی ریتم پنجتایی، هفتایی، دوتایی، ستایی یعنی همه اینها از لحاظ ریتم، از لحاظ ملودی همینطور مایه ها خب الان اسم گوشه ها کاملا مشخصه مثلا کرد بیات این مشخصه که این یک ریشه در کردی طبیعتا داره یا بیات ترک نمیدونم بیات زند خیلی از گوشه ها دیگه نمیدونم شوشتری نمیدونم بختیاری یعنی تمام اقوام مختلف ریشه در ردیف موسیقی ایرانی دارن یعنی انگار که برآمده از اقوام ایرانی انگار که برآمده از مردم همه اون منطقه هست اینطوری نیست که مختص یک نقطه باشه الان خب یک گوشه‌ای به نام دیلمان در ردیف میرزا عبدالله نیست دیلمان ولی خب در ردیف‌های دیگه استفاده کردن که استاد صبا اینو نواختن خب کاملا مشخصه برگرفته از موسیقی شمال هست اون زمانی هست که استاد صبا در گیلان بودن این دیلمان رو شنیدن و این رو با ویولون نواختن و در کتابشون هم آوردن و مشخصه که و خیلی هم در ذهن مردم به عنوان یک گوشه‌ای هست که در صورتی که مثلا این در ردیف میرزا عبدالله یا در ردیف شهنوزی دیلمان وجود نداره بنابراین انگار که همه این مجموعه عوامل این گوشه ها تک به تک و همه این مدها ملودی ها مال انگار که یک رنگیه که مال اون منطقه هست و ریشه در هم داره و کسی نمیتونه این تفکیک کنه بگه که این برای من اون برای تو این برای همین موسیقی هم که ارائه میشه حرف دل همه مردمه یعنی برای همین برای همه آشناست کسی که کردی رو گوش میده فقط کرده دوست ندارن یک موسیقیه که خیلی از مردم دوست دارن ولی انگار که حرف اجداد خودشونه به خودشون داره برمیگرده کسی که موسیقی آذری گوش میده کارهایی که از قدیم شده در موسیقی آذری یا کارهایی که جدیدن آقای استاد علیزاده انجام دادن برای مردم فارس ممکنه متوجه نمیشن ولی نوع موسیقیشو دوست دارن یا همینطور خیلی از موسیقی های دیگه
سوال بعدی من از شما اینه که در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، کردستان، ایران، یا منطقه‌ای که فارسی زبان یا کرد زبان هستن، شما بگم اتفاقات خیلی ناگواری در حال جریان است که شما در سال‌های اخیر با زبان موسیقی سفر کردید به این منطقه. پیام موسیقی چی هست در این سرزمین؟ طبیعتاً زبان موسیقی صلحه دیگه، به نظر من میخواد بگه که درس بده، بگه که آدمیت رو پیشه بکنیم و در واقع آنچه که یه گمگشته‌ای که همه دنبالشان، همون ریشه در ذات موسیقیه که فقط عشقه و مهربانیه. در ذات موسیقی خشونت نهفته نیست، بنابراین پیامش همینه. و من یادمه من رو برای یه فستیوالی پارسال دعوت کردن در کردستان عراق، در همین گیروداری بودیم که ما تازه مهاجرت کرده بودیم. منم خیلی چون در سفر بودیم خیلی در یه شرایط خیلی خوبی نبودم، گفتم ولی باشه حالا چون کردستان عراق هستش و شما هم دعوت کردیم ما میه. بعد از 15 روز در همین گیرودار جنگ داعش و از همین داستانا بود، بعد اون آقایی که مدیر اون پروژه بود به من زنگ زد، گفت آقا ما یه عذرخواهی بکنیم از شما، اشکالی نداره. گفتم ما دلمون شاد نیست، هر کاری میکنیم ببینیم این فستیوال رو برگزار کنیم دلمون شاد نیست. اصلا من عشق تو چشم اومد، یعنی گفتم که گفت که بذارین ما یه فرصه، ما خودمون شما رو دعوت کردیم ولی خیلی ناراحتیم که بگیم شما بیان اینجا، نمیتونیم بگیم که. گفتم اصلا من داشتم اتفاقا بهش گفتم آقای چیز، من داشتم به همین فکر میکردم بگم که من بیام چی کردی نخونم، ما دف نزنیم، بعد توش ریتم هلپارکی و بزم اینجوری دوچار کردی توش نباشه، آخه خب چی ازش میمونه؟ من بیام اونجا مثلا گوشه غم‌انگیز و چه میدونم مقام فقط حزن‌انگیز اصلا نیست، خواسته ذات موسیقی اون شادی و اون قشنگی و اون طراوت و زیبایی و اون ریتم و ایناست. گفت آره به خدا ما هم دلمون شاد نیست چون تو جنگیم، بذاریم یه وقتی که خیلی دلمون شاد شد چون ما بیاییم که بتونیم از شما پذیرایی کنیم. من دلم کباب شد و واقعا اون زمانی هم که سال 2002 اون فستیوال شد مال اون بود که اون جنگای بعد از صدام رفته بود کنار و واقعا مردم به امید واقعا صلح و رنگ صلح و آرامش ببینن اون فستیوال به اون قشنگی رو برگزار کردن. طبیعتاً هر جایی که قشنگی و زیبایی و طراوت و آرامش باشه موسیقی هم اونجا هست. چه کنی ترمسور در جشنواره تیران منطقه شد همراه من که همیشه دیدم هم لحظه به لحظه واقعا احساس میکردم که از صورت تمام بچه‌هایی که فعالیت میکردن، تلاش میکردن و زنگ میزدن، صحبت میکردن، پیگیری میکردن، ایمیل میزدن، تو ایمیلاشون هم حتی یک انسانیتی بود که احساس میکردم که واقعا دنبال این هستن، که چون واقعا بار خیلی زیادی بر دوش والنتیرها بود تو این کار. مثلا آقایی که با من تماس میگرفتن صحبت میکردن گفتم من والنتیرم، ولی هر موقع که بهش زنگ میزدم صداش خسته بود ولی با عشق جواب میداد. میگفتم آقا اینجوریه من یه ذره قر میزدم، میگفتم اینجوری میکنم، اینجوری میشه، اینجوری میخوام، اینجوری نمیخوام فلان. بعد میدیدم ایشون هی دارن پیگیری میکنن چه میکنن و واقعا این عشقه که آدم ها رو اینجوری میکشه. وگرنه چیزی Oh,
تأثیر خیلی بزرگی داره. یعنی یک اتفاق این چنینی تبعاتش خیلی گسترده است، یعنی اصلا در قالب صحبت نمی گنجه. من یادم اون زمانی که این آموزشگاه موسیقی من در ایران کنسرت میذاشتیم، برنامه چیز، وقتی که واقعا از یک مجموعه یک کنسرت یک بچه ایرانی که 5 سالشه 6 سالشه یک ساز ایرانی فقط ببینه، یعنی کل اون کنسرت، اگر اون بچه، یک دونه بچه ایرانی علاقمند بشه به موسیقی ایرانی، اون تأثیرشو گذاشته. اون کل اون کنسرت با تمام مختصاتی که داره و زحمات و این همه استاد و این همه نوازنده و این همه زحمت و بلیت فروشی و نمیدونم هزار و یک داستان داره، اگر واقعا به یه نتیجهش این باشه که یک فرزند ایرانی، یک کرد، یک ترک، یک بلوچ، یک گیلک، هر کی، هر چی، یک سازی علاقمند بشه، به یه آوازی علاقمند بشه، به فرهنگ خودش، به ریشه خودش افتخار بکنه، بتونه به بودن خودش اصلا افتخار بکنه، اون تأثیرش رو گذاشته. وای به حال اینکه این در کار به این وسعت. ولی بر صورت ما تجربه قشنگی بود، بخصوص با بودن جناب استاد رخشانی. من حقیقتا افتخار شاگردی استاد رخشانی رو بارها هم گفتم جز سعادت‌های بزرگ زندگی من بوده. من سابقه ارادت بنده به ایشون از سال 1366-67 زمانی که آلبوم پژوان و نیریز رو در واقع به دست من رسید که آلمان ضبط شده بود با جمشید اندلیبی، پسرموی پدرم، بعد متوجه شدم مثلا یه علاقه احساس خاصی دارم نسبت به صدای استاد درخشانی و نوازندگیشون، که بعدا دیگه کم کم بعد در خیال آمد و کارهای دیگه همینجوری دنبال میکردم. و در دوره فوق لیسانس در دانشگاه هنر افتخار اینو پیدا کردم که برای تأسیس گروه خورشید من خدمت ایشون رسیدم و در واقع از همون زمان تا به همین الان من در خدمتشون هستم. تشکر و قدردانی و عرض ارادت و احترام چیزی نمیتونیم بگیم. حمایت مردم همیشه شامل حال ما بوده، نه تنها در اینجا بلکه در ایران. و طبق اون صحبتهایی که جناب استاد مجید درخشانی فرمودن، حمایت اصلی و مجوز اصلی و نهایی رو خود همین مردم میدن و همیشه در تمام شرایط حمایت کردن و باعث بزرگتر شدن خانواده موسیقی ایرانی و واقعا جامعه موسیقی ایرانی و این حرکتش و پاشیده نشدنش و به زوال و نابودی نرفتن فقط دلیلش وجود خود مردم بوده. و ما از همینجا دست همگی رو می‌بوسیم.